با سلام و درود این یازدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی فرداست امروز در استدیوی فردای اقتصاد قرار درباره تاثیر روش اقتصاد دستوری بر اشتغال و بازار کار صحبت کنیم این ششمین جلسه است که ما قرار درباره اقتصاد دستوری گفتگو کنیم در جلسات قبل درباره مصادیق اقتصاد دستوری و همچنین تاثیر اقتصاد دستوری بر تورم مزمن صحبت کردیم و بعد از اون سه جلسه درباره اقتصاد دستوری و تأثیری که در ایجاد بانکداری ناکارآمد داره صحبت کردیم امروز قصد داریم که در حضور صاحب نظران و کارشناسان آقایان مهران بهنیا، فرزین رحیمی زنوز، آرش علویان و لطفعلی بخشی درباره مسائل بازار کار ایران صحبت کنیم سه تا موضوع مد نظرمونه یکی اینکه دوستان توضیح بدن نمای کلی بازار کار ایران وضعیت بیکاری و اشتغال به چه صورت بوده و به چه صورت شده و بعد از اون قصد داریم درباره این صحبت کنیم که مکانیسم اقتصاد دستوری چه تأثیری داشته به عنوان یکی از علتهای ایجاد نابسامانی در بازار کار ایران و اگر فرصت کنیم قصد داریم درباره راهکارهای برون رفت از مسائلی که گریبانگیر اقتصاد ایران علل خصوص بازار کار ایران شده صحبت کنیم در ابتدای برنامه من میخوام خواهش کنم از آقای مهران بهنیا که یک خلاصه ای از نمای بازار کار ایران توضیح بدن و بعد بقیه دوستان مشارکت کنند در این گفتگو خیلی خوش اومدید مهران جان و خدمت شما هستیم خواهش میکنم من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم امروز آقای کازمی بدون اقراق اگه من بخوام بگم ما یکی از خاصترین بازار کارها رو داریم اینکه ما با آمارهای بازار کارمون رو با کشورهای مختلف مقایسه میکنیم حتی اون کشورهایی که مسائل بازار کارشون به نظر خیلی حاد میاد ما آمارهامون خیلی عجیب تر از این هاست و تو آمارهای مختلف مثل نرخهای بیکاری نرخهای مشارکت و اینها آمارها نشون میدن که واقعا یکی از شرای... شرایط بازار کار رو ایران داره حالا تو این اسلاید اول هم تا حدود این رو میشه دید این نمودارهایی که سمت چپ هست نشون میده اون جاهایی که اوجشون جوان ها هستن نرخهای بیکاری نرخهای بیکاری جوانان عمدتا با اختلاف خیلی زیادی از سایر گروه های سنی بیشتر نکته بعد اینه که نمودارهای نارنجی رنگ نشون دهنده نرخ بیکاری افراد رای تحصیلات دانشگاهی اونها هم میبینیم از سایر افراد نرخ بیکاریشون بالاتر بعد و ارقام اشاره میکنی؟ بله الان مثلا مردان شهری تحصیل کرده جوان بین مثلا گروه های سنی 19 تا 29 سال نرخ بیکارشون 30 درصده در صورتی که گروه تح... که تحصیلات دانشگاهی ندارن 5-6 درصد پایین تر سی درصد یعنی از هر 3 جوان یه نفر در وضعیت بیکاریه؟ تقریبا از هر 3 جوانی که در جستجوی شغله یکیشون یک نمیتونه شغل پیدا کنه درست. آها. زنان شهری در همون گروه های سنی جوان میرسه به 50 درصد برای تحصیل کرده بنابراین یه نکته ای که ما داریم اینه که نرخ بیکاری گروه های سنی جوان بیشتر از سایر گروه هاست گروه های دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتره و زنان با اختلاف نرخ بیکاریشون از مردان بیشتر است. بنابراین اگه حالا این ستا رو بخوایم در کنار هم قرار بدیم میشه افرادی که جوان هستن حالا 15 تا 29 سال تحصیل کردن سن تحصیلات دانشگاهی دارن و زنان این در واقع این سرجم این ستا دیگه بالاترین نرخ های بیکاری هست که حالا من تو اسلاید بعدی که برش استانی رو می‌بینیم نشون میدم که تو بعضی از استانامون دیگه ارقام خیلی حاد شده میشه چند لحظه تمرکز کنیم رو همین نمودارها شما تحصیل کرده ها و زنان رو جداگونه گفتید و به صورت کلی وضعیت بیکاری و اشتغال اعداد و ارقامش اگه با هم یه مروری بکنیم که بتونیم مقایسه کنیم خوبه مردان الان حالا توی همین جدول سمت راست هم هست کل نرخ بیکاری ما 11 درصده که میانگین همه گروه ها میشه احو. همه گروه های حالا سنی و تحصیلی و جنسیتی مردان 10 درصده ولی زنان نرخ بیکاریشون میشه 19 درصد تقریبا احو. دو برابر مردان گروه های سنی جوان یعنی 15 تا 29 سال مردان رو نگاه کنیم 20 درصده یعنی بازم مردان جوان نرخ بیکاریشون دو برابر کل مردان هست اوه. و برای زنان میرسه به 39 درصد 40 درصد یعنی همینجوری انگار ما داریم یه ذریع دو بهشون اضافه میکنیم برای گروه های سنی بالای 30 سال خب نرخ بیکاری خیلی کمتر باز تحصیلات دانشگاهی نگاه بکنیم مردانی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستن 13 درصد زنان 29 درصد و حالا جوانانی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند مردان 29 درصد و به زنان میرسه به 59 درصد آه. یعنی حالا همون که شما فرمودید از بین سه نفر یک نفر اگه زنان جوان دارای تحصیلات دانشگاهی رو ببینیم تقریبا از هر سه نفر دوتاشون هستند که بیکار میمونن و این در مقایسه با بقیه کشورها شما ایده ای دارین چه صورت بل, کشورها خب کشورهای مختلفی هستن طیف های مختلفی ولی اون گروه هایی که آمارهای نرخ بیکاری جوانان توشون در واقع بین اون کشورها زیاده از ما خیلی کمتره کمتر میشن آره که حالا ما مقایسه‌ای که داشتیم سال‌های 2011 اینا که اون اتفاقات بهار عربی افتاد اون بهار عربی تقریبا جنببندی بین اقتصاد دونا وجود داشت که این ناشی از اتفاقات بازار کار بود چون افرادی بودند که دارای تحصیلات دانشگاهی بودند جوانان ولی شغل پیدا نمی‌کردند که شروعش هم از محمد بوعزیزی بود که در تونس که فردی بود که لیسانس داشت بله خب دستفروشی فروشی میکرد و این خودسوزی کرده و اون اتفاقات افتاد یعنی یه جنبندی وجود داشت که این اتفاقات از بازار کار بوده اما آمارهای بازار کار اون کشور رو میدیدیم تونس مصر و بقیه ای که این اتفاق افتاد خیلی از وضعیت ما بهتر آره وضعیت ما از وضعیت ما خیلی بهتر و وضعیت ما خیلی حادتر بود و مدام تو این مطالعات ما میدیدیم که یک اتفاقاتی در بدن جامعه داره میفته حالا من اینو تو قسمت‌های بعدی بیشتر توضیح میدم که حالا این ده سال تقریبا طول کشید تا به این دوران برسیم یه برش حالا بخوایم همین چهار تا برشی که دیدیم در واقع سنی جنسیتی و تحصیلی که دیدیم حالا یه برش استانی هم ببینیم توی برش استانی می‌بینیم که استان‌های غربی ما برای نرخ بیکاری جوانانه دارای تحصیلات دانشگاهی نرخ بیکاریشون رسیده بالای 50 درصد یعنی بالای 50 درصد استان غربی جوانانی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستن بیکارن یعنی از هر دو نفری که در جستجوی شغل هست یکیشون بیکار میمونه برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و این رو می‌بینیم که خیلی ارتباط عجیبی داره با اتفاقاتی که این روزها تو کشور افتاد استان که جوانون جوان که جوانانشون نتونستن شغل پیدا کنند حالا استان‌های شرقی مثل سیستان و بلوچستان هم که می‌بینیم نرخ بیکاری پایینه اساساً به خاطر اینکه اصلا شغلی نیست یعنی این نرخ مشارکت تو این استانها خیلی پایینه و نرخهای فقر خیلی بالاست و به خاطر همین افراد وارد بازار کار نه در جستجوی شغل نبودن اساساً که بخوان بیکار بمونن در نتیجه چون اصلا میدونستن که فضا در واقع ناامیدی از جستجوی شغل وجود داره و فرد دیگه به صورت فعال در جستجوی شغل نیست که در گروه های بیکار شناسایی بشه حالا همین نمودار رو برای یعنی نقشه نرخ بیکاری رو برای زنان جوان دارای تحصیلات دانشگاهی ببینیم همون تصویر میبینیم که باز استانهای غربی زنان جوان دارای تحصیلات دانشگاهی نرخ‌های بیکاری خیلی بالایی دارند و تو بعضی استانها بالای 60 درصد 70 درصد این ارقام و تو کل کشور هم بالای دیگه کمترین استانها زیر 30 درصد نیست این آمار خیلی بالاست ولی بخصوص توی استانهای غربی بنابراین اینکه میبینیم می‌بینیم الان مسئله زنان انقدر در واقع بولد شده و آثارش رو تو جامعه میبینیم یکی از عواملش که البته به نظر من میتونه تصویری از سایر مسائلی که دارن هم باشه تو بازار کار یکی از عواملش همین مسائل بازار کار هست که حالا میشه اینجور هم تعبیر کرد که تمام اتفاقاتی که ما تو اقتصاد داریم از ناترازی های مختلف بودجه ای های پولی تورم تحولات نرخ از همه اینها روابط خارجی اقتصاد اینها در نهایت میاد خودش رو تو فقر خانوار نشون میده در واقع وضعیت رفاهی خانوار رو تحت تاثیر قرار میده اما مسیرش کانالش اشتغال از اشتغال میگذره در واقع چقدر تو اون اقتصاد شغل ایجاد میشه چقدر اون اقتصاد میتونه پویایی داشته باشه که شغل ایجاد بکنه و این در نهایت از مسیر شغل خودش رو تو وضعیت رفاهی خانوار نشون میده بنابراین این مسائلی که ما تو بازار کار میبینیم یک جوری جلوه تمامی مسائلی هست که در اقتصاد و حتی جامعه همون وجود داره نکته ای که خیلی این آمار رو در واقع عجیب میکنه و همونجوری که خدمتتون عرض کردم در ابتدای ارائه خیلی خاص میکنه اینه که زنان ایرانی مشارکت خیلی بالایی در تحصیلات دارن حالا این آمار تعداد دانشجویان هست که توی یک سالهایی که به اوجش رسید سالی نیمه اول دهه 90 که حدوداً پنج میلیون دانشجو ما داشتیم نیمی از اینها زنان بودن و تقریبا از اوایل در 80 دیگه نصف جمعیت های ما رو خانوم ها تشکیل میدادن و این رو با دنیا مقایسه بکنیم جالبه که این در واقع نسبت تعداد دانشجویان به جمعیت رو ببینیم ما حتی از کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالا هم تو اون سالها تعداد دانشجویانمون نسبت جمعیت بیشتر حالا این نمودار برای زنان هست ولی برای کل هم به همین صورت میتونیم ببینیم بنابراین زنان ایرانی کاملا وارد اقتصاد و جامعه می شدن سرمایه گذاری در افزایش تحصیلات خودشون انجام می دادن. ولی این سرمایه گذاری به بازدهی نمیرسید. بازدهیش کجاست؟ بازدهیش تو بازار کار اینکه فرد شغل داشته باشه و بتونه از اون سرمایه گذاری که تو سرمایه انسانی خودش کرده که بتونه سطح بالاتری از تحصیلات داشته باشه این خب طبیعتاً میخواد یه ریترن یه بازدهی از این بگیره مثل هر سرمایه گذاری که شما انجام میدید ولی خب این سرمایه گذاری انجام میدید که در نهایت بازدهی براتون داشته باشه این بازدهی در واقع تصویرش تو بازار کاره و چیزی که ما مشاهده میکنیم به این صورت هست که این سرمایه گذاری افراد زنان ایرانی تو بازار کار نتونسته به بازدهی مناسب خودش برسه که این هم دلایل مختلفی داره اساسا اگه شغل ها رو ما از بخش های خیلی سرمایه بر مثل بخش های انرژی و نفت و معدن و اینها ببینیم تا بخش های خدماتی مثل بازارهای مالی مثل باز... بازارهای تجاری و در نهایت آموزش و بهداشت همینجوری که میریم جلو سهم زنان تو این مشاغل همه جا بیشتر میشه ولی خب اقتصاد ما جوری به نوعی تجهیز نشده که بتونه برای زنان شغل ایجاد کنه مثلا بازارهای مالی ما خب طبیعتا در ارتباط با بازارهای مالی دنیا توسعه پیدا میکنن ولی این اتفاق نیفتاده چون بخشا غیر توسعه یافته بوده در چه زنان نتونستن شغلهایی که مناسبشون هست پیدا بکنن یا بازارهای تجاریمون به همین ترتیب گردشگریمون به همین ترتیب اینها بخشهایی هایی هستند که سهم زنان غالبا تو کشورهای مختلف تو این مشاغل بالا هست بنابراین اقتصاد ما گویی اساسا تجهیز نشده برای اشتغال بانوان حالا به تعبیر دیگه میشه گفت همونجوری که تو بخش های مختلف جامعه مثل استادیوم یا جاهای دیگه برای بانوان ایرانی خیلی فضایی مهیا نیست این همین تصویر رو در بازار کار هم ما کاملا میتونیم ببینیم که فضا برای حضور زنان در بازار کار خیلی مهیا نیست با وجود اینکه سرمایه‌گذاری خیلی بالایی در تحصیلاتشون دارن بنابراین تو این بخش اول حالا آمارها رو که نگاه میکنیم چه گروه های تحصیل کرد، چه جوانان چه با ویژه به خصوص برای بانوان شرایط بازار کار ما خیلی خاص و ویژه هست و این اتفاقاتی که این روزها هم میبینیم یک جورای جلوه تمامی مسائلی است که افراد دارند و ناامید هستن از اینکه بتونن شغلی مناسب تحصیلات خودشون با کیفیت و با ویژگی که دارن پیدا بکنن خب طبیعتا هم حالا با جوری که آمارها هم نشون میده یعنی تمام اتفاقات رو به واقع میشه کاملا تو آمارها دید حتی اون استانهایی هم که من نشون دادم که مسائلشون این روزها حادتر هست کاملا تو آمارها به نوع آینه تمام اتفاقات ما رو میتونیم تو آمارهای بازار کار ببینیم خیلی متشکرم نکات جالبی بود و اطلاعات خوبی به ما دادین خب از دوستان استفاده کنیم آقای علویان فکر کنم شما آماده هستید که بحث آقای بهنیارا تکمیل کنیم بله بنده هم سلام عرض میکنم امیدوارم برنامه ای باشه که مورد استفاده و استقبال بینندگانتون قرار بگیره من چیزی که فکر میکنم بد نباشه به صحبت های بهنی ها رو بکنم و تکمیلش بکنم چون شما هم پرسید در مورد مقایسه با سایر کشورها <applause> ببخشید ما بهترین مقایسه ای که به نظر من میتونیم بکنیم که ببینیم کجای کار وایسادیم و یه قیاسی باشه که از توش هم بتونیم یه حالا علیت یا شپ علیتی در بیاریم با کشور ترکیه خیلی خوبه خودمون رو کنیم چرا چون ما جمعیتمون بوده 88 میلیونه ترکیه در حال حاضر 85 میلیونه تقریبا جمعیتش و از این تعداد حالا چون محوری از آقای بهنیا مطرح کردن روی بحث زنان در بازار کار در ترکیه حدود مثلا 42 میلیون نفر از این جمعیت چلو میلیون نفر از این جمعیت رو زنان تشکیل میدن در ایران هم تقریبا همین جمعیت زنان جمعیت زنانی که میتونن توی بازار کار مشارکت بکنن معمولا 15 سال به بالا رو میگیرن هر دو کشور جمع این جمعیت 30 سی، سی یک تا سی و دو میلیون نفر این تعداد هستن که میتونن مشارکت داشته باشن هی من ریس‌تر میشم که دقیقا شما معیارام ببینید در ترکیه تعداد افرادی که تو بازار کار هستن یا بیکارند یا شاغل هن از اون سی و خورده خورده میلیون نفر نزدیک به یه عددی حدود 11 میلیون نفره یعنی نرخ مشارکت زنانشون تقریبا سی درصده سی و دو درصد در ایران 42 تا... و میلیون نفر حالا چون من جدیدا دیده بودم گزارش مرکز آمار سال گذشته رو حضور ذهن دارم پس مشارکت ما 13 درصده یک سوم اونه تعداد بیکارهای ما تو همون 4 میلیون خورده هفتصد میلیون خانم بیکار داریم در ترکیه این یک میلیونه یعنی نرخ بیکاری اونا اونم بازی عده خیلی بسیار پایین تر از ما هست و یه بخش مهمی از اون سه و نیم میلیون شاغلی هم که شما میبینید ما داریم در مقابل 9 میلیون نه و نیم میلیون شاغل خانومایی که در ترکیه هستن یه بخش عمدهشون هم تو بخش های دولتی هست یه آمارش که دیگه الان خیلی پررنگ میتونه نشون بده این فرمایشات آقای بهنیا رو از اون یک میلیون خانم بیکار در ترکیه بیست و دو سه درصدشون تحصیلات دانشگاهی دارن. از این هفتت هزار بیکار ما هفتاد و دو درصدشون تحصیلات دانشگاهی دارن. این بجز اون کسایی که مشارکت نکرد یعنی شما اون جمعیتی رو که مشارکت الان نکردن و تو بازار کار نیستن ممکنه هزاران دلیل داشته باشه ممکنه اصلا یه اثری ما داریم بهش میگن دیسکورج افکت یعنی فرد انقدر دنبال کار میگرده که دیگه ناامید میشه و دیگه جستجوگر نیست اصلا به عنوان ج... اه... کسی که میخواد مشارکت بکنه که حالا یا شاغل بشه یا بیکار دیگه تو تو نرخ بیکاری دیگه اثرش دیده نمیشه این مقایسه حالا میتونیم در بخش بعد که میخوایم بحث اقتصاد دستوری رو پیگیری بکنیم میتونیم دو تا کشور رو مقایسه بکنیم و شاخص خوبی هست چون به نظر من میتونه علیت رو از سمت سیاست گذاری کاملا پررنگ بکنه چون ما دو تا کشور هستیم سال‌های سال تبادل فرهنگی داشتیم بسیار نزدیک به اکثریت مسلمان داریم تا جایی تا حتی تا قبل از تغییرات آتا ترکی زبان فارسی زبان رایجی بوده در شما مشاهده بکنید بله در ترکیه تو بناهای تاریخیشون شما شعرهای فارسی می‌بینید پس نشون میده مسائل فرهنگی نیست که بخواد یه همچین چیزی رو یه همچین در واقع مسئله ای رو که در کشور ما هست بخواد توضیح بده یا مسائل مثلا پیچیده اجتماعی این احتمال قریب به یقین بخش عمدش برمیگرده به حوزه سیاست گذاری ما در نشه فکر کنم این مقایسه مقایسه باشه که ما رو به علیت بیشتر نزدیک بکنه مقایسه جالبی بود حالا تا آقای دکتر بخشی آماده میشن من اینطور متوجه شدم <تصفح> که شما میفرمایید وضعیت اشتغال و بازار کار ترکیه تقریبا سه برابر بهتر از ایرانه در, در مورد تقریبا. زنان شاید شاید بیشتر از این حالا اگه ما وارد مصادیق سیاست گذاری بشیم وارد جزئیات بشیم که این خانمایی که اینجا فعال هستند شاغلن تو چه حوزه هایی اونجا در چه حوزه هایی هستن کشوری هم هست که مثلا پتانسیل های گردشگریشون شاید پتانسیالی از ما کمتر باشه اما خب می‌بینید تعداد زیادی احتمالا احتمالاً تعداد خانم تو اون بخشا فعالن تو صنایع هتلداریشون تو صنایع مختلفشون که ما خب بی بهره موندیم و این وضعیت حال رو رقم زدیم که از کشور همسایه‌مون فاصله بعیدی گرفت خیلی ممنونم آرشون دکتر بخشی از شما بشنویم کنم که اولا تشکر می‌کنم از فردای اقتصاد برای این مرات... برای این جناب بهنیا خیلی واقعاً کار فوق العاده کردن من میخوام که در واقع از اونجا یه آقای بینیا تموم کردن ادامه بدم که ما ساختار آموزشی اونو باز کردیم و دخترها خانوما پنجاه درصد بودند ولی ساختارهای دیگه جامعه رو دست بهش نزدیم من میخوام یه توضیح بدم درباره ساختار بازار کار ایران بازار کار ایران در واقع میتونه به چند قسمت کاملا مشخص تقسیم بشه یکی دستگاه دولت دستگاه دولت باز میتونیم دستگاه دولت رو به دو بخش تقسیم کنیم دستگاه های نظامی و دستگاه های غیر نظامی تو دستگاه های نظامی خانم ها شانس کار ندارند در واقع بالاخره مشخص هم هست به این ترتیب توی دستگاه های غیر نظامی و سیویل دولتی هم سیاست دولتی نیست که به خانم ها کار بدن ترجیح میگن که بریم خونه بشینین و بچه دار کنین و فلان به این ترتیب یعنی به عبارت دیگه بخش دولتی ایران تعداد خانمایی که کار میکنند در واقع رو به اصطلاح کاسته شدن هست چون تشویقشون میکنن که با 20 سال بازنشسته بشین حقوق کامل بگیرین و چیزای شبیه این به این ترتیب این در بخش دولتی که در واقع تقریبا جای زیادی برای خانمای تحصیل کرده نیست بخش دوم ساختار بازار کار ما بازاری است که زیر پوشش تامین اجتماعی است که بخش بزرگی از در واقع نیروی شاغل ایران رو در واقع این سازمان زیر پوشش داره در این مورد هم بخشش برمیگرده به کار سنگین یدی تو کارخونه جات که باز سهم خانم ها چندان زیاد نیست و یا در 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 دفاتر شرکت ها امسال هم این بخشی که در واقع بیشترین تعداد خانم ها رو جذب کردی به نسبت نسبت به بخش دولتی این بخش خیلی بیشتر به خانم ها شانس داده و بهشون کار داده بعد یه بخش دیگه هستش که در واقع شاغلینی هستن که زیر پوشش دولت و تأمین اجتماعی نیستند اینها در واقع بخشی در واقع جداگونه ای هستن در این مورد هم سهم اشتغال خانم ها بسیار بسیار کمه به عنوان مثال منشی آقای دکتری هستند یا تو یه فروشگاهی ساعتی کار میکنند بدون پوشش بیمه های اجتماعی و امثال هم. یا یه بخش کشاورزی هم داریم که باز اونجا به خاطر فیزیک و امثال هم خانوما در واقع یه کاره انجام میدن ولی شغل نیست اما وظایف خونداری و کارهایی که تو خونه واقع دارن انجام میدن یعنی به عبارت دیگه دستگاه دولت و دستگاه بتونیم بگیم بخش خصوصی زیر پوشش تامین اجتماعی هستن تقریبا هیچ کدومشون خیلی جا رو برای خانوما باز نکردند به دیگه اون گروه بزرگی که تو دانشگاه درس میخونن تمام میکنن میان بر به یه صدی که دیگه در واقع برایشون کاری نیست اشاره که دوستانم که داشتن نرخ بیکاری بسیار بالا در زنان تحصیل کرده ایران در واقع ناشی از اینه که این ساختارها حالا به خاطر عقاید خاصی که در حکومت وجود داره و امثال هم خیلی پذیرایی پذیرای اشتغال خانم ها نیستند و اگر در واقع ما بخوایم ببینید دولت ترکیه دولتی هست که در واقع لایکه و بعد در واقع جور دیگه عمل کرده و اصلا اقتصاد ترکیه رو واقعا ما نمیتونیم با اقتصاد ایران مقایسه کنیم اقتصاد ترکیه یه اقتصاد بسیار پیشرفته و بسیار بازی است ما برعکس در زمین اقتصادی در واقع اگه بخوایم با ترکا خود مقایسه کنیم ما خیلی عقبیم البته این مقایسه است <تصفيق> بله <تصفيق> کاری که شما انجام دادیدم یه بله. بود. درسته در واقع ما توی آموزش یه حالت به اصطلاح خیلی آزادمنشی داشتیم که خانم‌ها اجازه دادیم که بیان و درس بخونند و فلان ولی بعد دیگه این در واقع نگرش به مراحل بعدی ساختارها در واقع سرایت نکرد به هم ما میبینیم که الان به قول آقای بهنیا تو همین مسائل اخیر خانوان ها نقش خیلی پررنگتری دارن به عبارت دیگه این در واقع ناشی از یه نارسایی بنیادی است که اونا احساس میکنن سالهای سال زحمت کشیدن سرمایه گذاری کردن با هزینه های هنگفت درس خوندن و الان در واقع از اون درس خوندنشون هیچ بهره ای نمیتونن ببرن این میتونه یکی از علل نارضایتی اجتماعی باشه که پیامدهاشو کم و بیش شاهد هستیم خیلی ممنونم خب جالب بود حالا از آقای فرزین رحیمی این بله خواهش فهم. من در مورد اقتصاد ترکیه که فرمودند اقتصاد ترکیه تا قبل از سال 2001 که اصلاحات رو شروع کردند و اون آقای کمال درویش معروف اومد و وزیر اقتصادشون شد تقریبا پا پای اقتصاد ایران بود یعنی سال 1390 همین باز بودن که آقای دکتر فرمودن از اون تاریخ به بعد الان تقریبا اقتصادشون دونیم برابر ما جی دی پی یعنی دقیقا دهه نودی شمسی ما و 2001 که میلادی یعنی طی حدود 20 سال گذشته هر چه ما به سمت بسته شدن رفتیم اونها به سمت باز شدن بله. بله یعنی دو تا اقتصاد برابر شاید بشه گفت اثر بسته بودن و توی محیط رقابتی بین المللی نبودن و عدم مشارکت با ساختار اقتصاد جهانی باعث شده یه اقتصادی که سر به سر با هم تقریبا برابر بودن و این سمت منابع زیادی هم داشته اون سمت ما اینو نداریم بشه یک سوم تقریبا یک سوم اون اقتصاده ترکیه یعنی مبارد. ما اگر بتونیم یه اصلاحاتی رو انجام بدیم یه وقتی اصلاحات اقتصادی مثل کمال درویش شاید ما بتونیم دوباره این مسیر رو جبران بکنیم خیلی ممنونم مم. آقای رحیمی از شما بشنویم بندم سلام عرض میکنم خوشحالم در خدمتون هستم من میخوام بحث رو با فرض وجود یک شاعبه به ویژه برای مخاطب عام پیش ببرم از دلش مسائلی رو بکشم بیرون میگم خب ما الان راجع به نرخ بیکاری صحبت کردیم شاید برای مخاطب این ذهنیت به وجود بیاد که چه کسی باید این بیکاری رو حل کنه آیا باید دولتی وجود داشته باشه که در بازار و کسب با و کار مداخله ای انجام بده و به تبع اون از نرخ بیکاری بکاهه یا نه این باید به سازوکار بازار آزاد سپرده بشه معمولا جواب دم دستی و جواب آنپسند اینه که خب باید ما یه دولتی داشته باشیم بیاد این موزل رو برای ما حل کنه و دولت ها هم معمولا مانورشون توی دنیا روی همین بحثه که اگر من بیام میتونم با این پروژه‌ای که مد نظرم از نرخ بیکاری بکاهم اما اساسا این انگار یک موزل روانشناختی پخت پشت خودش داره و اونم اینه که ما یک مسئله داریم به اسم خوی کنترلگری انگار یه سری آدما هستن که دوست دارن بقیه رو کنترل کنن دوست دارن برای بقیه نسخه بپیچن دوست دارن هدایتشون کنن به سمت و سوی به خاطر اینکه ما جلوی این رو بگیریم فکر میکنم بیشتر راجبش صحبت کنیم و مخاطب رو بیشتر از این زاویه درگیر این بحث کنیم نتیجه جالب تری ازش در بیاریم اساسا چرا بیماری کنترلگری داریم به خاطر اینکه توی ریشش یک چیزی داریم تحت عنوان توهم دانایی انگار افراد فکر میکنن که در بالا قرار گرفتن در جایگاه خدا هستن اشراف به تمام بازار و کارهاش دارن میتونن همه جوانبش رو ببینن و بسنجن پس الان نسخه ای که می بهتر نسخه‌ای که برای جامعه بشری میتونه خانه باشه حالا توی هر کشوری این توهم دانایی دو سه تا وضعیت مختلف ایجاد میکنه. میخوام بحث رو ساده و یه ذره خاطر انگیز کنم شما رو یاد انیمیشن پتومت بندازم توی پت و مت قصه چی بود یک کاستی وجود داشت یک نیازی احساس میشد پت و مت تصمیم گرفتن با توجه به توانایی ها و ابزارهایی که دارن چیزی رو خودشون بسازن و نهایتا هم نمیتونستن و به اصطلاح اون تفکر دانای کلی که داشتن همیشه با شکست مواجه میشد یعنی یه کلید واژه‌ای که من میخوام از این بکشم بیرون مفهوم خودکفاییه یعنی شما اول کنترلگری داری بعد دچار توهم دانایی هستی تو این توهم دانایی میگی من هر کاری میتونم بکنم پس اگه خودم میتونم انجام بدم چرا به دیگری رجوع کنم و شروع میکنی کارهایی رو احتمالا با هزینه های با کیفیت پایین‌تر انجام میدی یه اتفاق دیگه از توهم دانایی که بیرون میاد سیاست های مثلا میگیم برنامه های توسعه یعنی یک سری آدم که فکر میکنن دانایی بیشتری دارن میشینن برای جوامع نسخه های 5 ساله و 20 ساله می نویسن میگن اقتصاد از این نقطه ته 5 سال باید به این نقطه برسد متناسب با اون بودجه بندی میکنن متناسب با اون سیاست گذاری میکنن و سرنوشت میلیون ها شاید میلیاردها ها انسان رو با این سیاست خودشون دستخوش تغییر میکنه این مسئله کنترلگری توی حالا ایران حالا وارد مسادیقش هم در ادامه خواهیم شد به شکل دیگه ای خودشون نشون داده یه جاهای خاصی داره یکی از اونها من رو میذارم استبداد سامانهای یعنی یک میلی در تمامی نهادها و ادارات به وجود اومده که سامانه بسازن سامانه یک سامانه یک ثبت در سامانه فدان و این. یه مطرح میکنم توی پارت بعدی صحبت قطعا راجع به بیشتر صحبت خواهیم کرد نمونه چک سیادی میگن که خب این چک سیادی باعث شده که نرخ مثلا چک برگشتی پایین بیاد اینا ولی اصلا انگار سیاست گذار نمیبینه که نرخ صدور چک هم متناسب با این پایین اومده سرمایه گذاری های خورد و جاهایی که به اصطلاح با ارقام کوچکتری کار میکردن و احتمال نرخ برگشت هم تو اونها کمتر بود با مشکلات عدیده مواجه شده مسئله قطعی نه تو زیر معیوب و همه اینها هم که کنارش بذاریم میبینیم یک سیاست گزاری که بر مبنای یک توهم دانایی به وجود اومده نتیجه ای که حاصل کرده این بوده که در سازوکار بازار اختلال ایجاد کرده خب من اینطور که متوجه شدم آقای رحیمی سعی کردند بحث در واقع دستوری رو شروع کنند شما یه مقدمه ای گفتید که اگر ما بازار کار اونطوری داریم چه تحت تاثیر خوی کنترلگری و اقتصاد دستوری قرار گرفته و فکر کنم شما هم احتمالاً همین بحثا ادامه میدید من فقط کوتاه یه دو سه نکته رو اشاره کنم یکی بحثی که آقای دکتر بخشی اشاره کردن در خصوص اقتصاد غیر رسمی و بازار کار غیر رسمی کاملا بحث درستی هست بسایل بازار کار ما انقدر زیاده که تو این فاصله زمانی ما میتونیم بعضیاشو بهش برسیم و همونجور که فرمودن زنان عمدتا خیلی هاشون تو همون بخش غیر رسمی فعال هستن و این سال اخیر هم بخش غیر رسمی خیلی بزرگ شده تقریبا نیمی از بازار کار ما کسانی هستن که اساسا تحت پوشش قانون کار نیستن این هم یه موزلیه که یکی از موزلات بازار کار و اقتصاد ایرانه یه نکته دیگه همین که این بحثی که ما از بازار کار شروع کردیم به آمارها رسیدیم و وقتی آمارهای استانی رو میبینیم طبیعتا این جلوه اتفاقات اخیر رو کاملا میتونیم توش ببینیم ولی این به این معنی نیست که تمام مسائلی که الان مطالبات افرادی هست که معترض هستن همین مسائل در واقع صرفا شغل یا اقتصاد باشه خب مسائل آزادی های سیاسی و اجتماعی و غیره هم درش هست در این بحثی نیست که تقلیل پیدا کنه اینها صرفا به این موضوعات ولی اساسا وقتی شما آمارها رو نگاه میکنید آمارها رو خودشون حرف میزنن خودشون دارن بیان میکنن که مسائل کجا حادتر هست کجاها مشکلات و مزلات بزرگتر است که همین مسائل زنان رو کاملا هر کسی آمارهای بازار کار ایران ببینه اولین چیزی که برای سوال به وجود میاد اینه که چرا این افراد تحصیلات بالا دارن خانم ها در بازار کار مشارکتشون پایینه و با موجود مشارکت پایین یه همچون نرخهای بالایی به خصوص تو هم استانهای مختلف غربی ایران که استانهای مرزی هستند دارن و اساسا هم جاهای دیگه دنیا ما میبینیم همیشه توسعه از مرزها اتفاق میفته بعد آروم آروم میاد داخل کشور چون مرزها جایی هستن که فعالیت های تجاری و گردشگری و غیره خیلی فعال هست و توسعه بیدام کنه ولی ما کاملا برعکسیم استانهای مرزیمون چه شرق چه غرب با بیشتر این مسائل مواجه هست بحث دوم که همونجور که اشاره کردیدم طبیعتا بهش میرسیم این هست که حالا این مسائل چه شده که با این تصویر تو بازار کار مواجه هستیم ما مطالعات مختلفی که طی سالهای گذشته در خصوص بازار کار ایران انجام دادیم به یک سرفصل هایی رسیدیم برای اینکه چارچوب سیاست گذاری اگه بخواد با هدف بهبود عمل کرده بازار کار باشه چند تا سرفصل داره یک سرفصلش صبات اقتصاد کلان صبات اقتصاد کلان در واقع شرط لازم تحولات با اقتصاد و بازار کاره به این معنی که افراد بتونن آینده یک اقتصاد رو پیش بینی بکنن و بر اساس اون تصمیم های سرمایه گذاری خودشون رو انجام بدن وقتی در خصوص نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره هیچ کدوم هیچ تصویری از آینده حتی از چند ماه، چند روز آینده وجود نداره در چه فعالیت اقتصادی با مشکل مواجه میشن و این طبیعتاً رو تو سرمایه گذاری میذاره و از این کانال هم روی اشتغال اثر گذار میشه. حالا من این صبات اقتصاد که الان رو یک دارم جلوتر باز میکنم حتی فراتر از این فراتر از پیشبینی خود نرخ ها هم نرخ ها وقتی دستوری کنترل میشه مثلا نرخه ارز ما اون سالهایی که نرخ ارزمون ثابت مونده و تورم های داشتیم فزاینده بود و نرخ ارز حقیقی در واقع قیمت نسبی ارز داشت مدام کاهش پیدا میکرد کرد می که بونگاه های کوچیک در اقتصاد ما و اشتغالشون از بین میرفتن چون اینکه وقتی نرخ ارز کنترل میشه و تورم وجود داره واردات خیلی گسترده میشه و وقتی واردات گسترده میشه بونگاه های کوچیکی که به تامین مالی به بانک ها دسترسی ندارن نمیتونن خودشون در مقابل این اتفاقا در واقع سپری سنگری بسازن برای خودشون در نتیجه میشن نیروی کارشون تعدیل کنن و این سالها میبینیم که این اتفاق افتاده بنابراین یکی از مسیرها ثبات اقتصاد کلان یک موضوع دیگه محیط کسب و کار محیط کسب و کار حالا اگه محیط کسب و کار داخلی رو ببینیم بحث های قیمت گذاری در واقع اینها همه یک بود میشه سرفصل هایی دید برای بهبود بازار کار ولی الان همه اینها شده مسیرهایی که اقتصاد دستوری داره از طریق اونها روی بازار کار ما اثر گذار میشه بحث محیط کسب و کار داخلی بحث قیمت گذاری رو داریم مشکلاتی که برای بنگاه ها ایجاد میکنن و ها بحث محیط کسب و کاری که حالا ناشی از تحولات خارج از یک اقتصاد میشه تجارت و سرمایه گذاری که وارد اون اقتصاد میشه که اون هم ما اساسا با دنیا رابطه رو قطع کردیم و اقتصاد ایزوله درست شده که ارتباطی ند موضوع بعدی نهادهای بازار کار هست نهادهای بازار کار به معنی قانون کار بیمه بیکاری قانون حداقل دستمزد و همه این مواردی که زیرساختهای قانونی فعالیت بنگاه و کارجویان رو فراهم میکنه این هم ما در واقع یکی از مسیرهای بهبود بازار کار اینها هست که اینها هم با حداقل دستمزد سراسری بیمه بیکاری که اصلا بیمه بیکاری نیست و حمایتی از فردی که بیکار میشه نمیکنه و قانون کاری که انعطافات لازم رو نداره به یک معضلی برای بازار کار ما تبدیل شد. این در واقع به خصوص ثبات اقتصادی محیط کسب و کار شروط لازمن برای اینکه بازار کار و اقتصاد کار بکنه ولی خب همه جا یک سری سیاست های اکتیو هم به کار من سیاست های فعال بازار کار که مثلا ممکنه یک گپ مهارتی وجود داشته باشه بین نیروی کس... کارجو و مهارتی که بنگاه نیاز داره جاهایی هستند که این آموزش های مهارتی رو میدن حالا خصوصی و دولتی جاهای مختلف داریم خدمات جستجوی شغلی رو تسهیل میکنن و سیاست های توسعه در رسته های مختلف شغلی و تولید و در نهایت هم سیاست های حمایتی است حالا یک عده افرادی هستن با تمام این اتفاقات هم میفته ممکن از بازار کار و توسعه جا میمونند گروه های آسیب پذیر هستن افرادی هستند که توانمندی های لازم رو برای ورود به بازار کار ندارند، به تعبیری از اشتغال پذیری پایینی برخوردار هستند. اینها هم در واقع سیاست برای اینها وجود داره که از اینها حمایت بکنه اما الان این پکیج از مجموعه سیاست ها الان کاملا شده مسیری برای اثر اقتصاد دستوری بر مشکلات بازار کار تو بخش اول ما نوسانات بزرگ اقتصاد کلان رو داریم 20 واتی سیاست گذاری هستن اینکه بخش ها و مقررات و اینها هر روز عوض میشه یک موقعی ممنوعیت واردات اتفاق میفته کالاهای مختلفی کلا ممنوع میشن مواقع دیگه ای بخشنامه های مختلف بانک مرکزی رو داریم روی تبلات ما بخشنامه های مختلف وزارت سمت رو داریم برای تجارت و غیره و اصلا بی ثباتی در سیاست گذاری یه موزلم تخریب فضاینده محیط کسب و کار اینکه ما هر چی در خارج مشکل پیدا میکنیم میایم در داخل قیمت‌گذاری رو بیشتر میکنیم و برای بنگاه ها مشکل ایجاد میکنیم برای تولید کنندگان مشکل ایجاد میکنیم نهادهای بازار کار اساسا نیروی کار در اقتصاد ما رهاست یعنی قانون بیمه بیکاری به این معنیه که فرد وقتی بیکار میشه یک دوره ای بتونه تامین مالی بشه تا بتونه با فراغت در جستجویش باشه و شغل بهتری برای خودش پیدا کنه اصلا قانون بیمه بیکاری ما یه یعنی همچین چیزی رو نداره حداقل دستمزد وقتی سراسری برای کل کشور تهران و همون حداقل دستمزدی است که توی بلوچستان هم همون حداقل تا هر چهار گوشه کشور همون حداقل دستمز رو داریم خب این هم یکی از معضلات اقتصاد ما تو هیچ کجای دنیا ما حداقل سراسری رو الان دهه هاست دیگه نداریم سیاست فعال بازار کار هم صرفا شده وامدهی ارتباطی در واقع یک سری منابعی بعضی جاها وام داده میشه گروه ها و رسته های مختلف شغلی که یک فساد گسترده علاوه بر اینکه ایجاد میکنه یک بیهوده کاری من رو گذاشتم که میاره ما سالی یک میلیون شغل نیاز داریم برای اینکه بازار کارمون تا دوره مثلا 4 پنج سال به یک وضعیت نسبتا باثباتی برسه اما کلیه مجموعه مثلا وزارت کار و وزارت سمت و اینها درگیر این هستن با این سیاست های فعال مثلا چند تا از افرادی که مثلا تو استانهای مختلف دارن زعفران میکارن کفش یا موارد رسته های خرد شغلی که خیلی هم با اهمیت هست در بازار کار ما چون اشتغالمون تو بنگاه های است، هست اینها رو که شاید مثلا اگه فرض کنید شما کل نظام اداری هم تجهیز بشن کمتر از ست هزار نفر میتونن اینها در واقع برسن شغل ایجاد کنن ولی اون با نیاز بازار کار ما اصلا همخونی نداره و سیاست حمایتی هم بجز این یارانه ای که ما داریم میدیم تقریبا چیزی برای توانمندسازی و افزایش اشتغال پذیری افراد وجود نداره حالا میتونیم اون در واقع بحث ثبات اقتصاد کلام و محیط کسب و کار رو که من یک مقداری هم بیشتر توضیح میدم جلوتر به امنیت اقتصادی تعبیر بکنیم بحث نهادهای بازار کار و اون حمایتی که از نیروی کار میشه به امنیت شغلی تعبیر بکنیم و بحث آخر هم بحث تامین اجتماعی است ما وقتی صحبت از امنیت میکنیم گویی تصور صرفا در بین سیاست مداران ما این است که فقط یک داعشی وارد کشور نشه و یک اتفاقات ناامنی ایجاد نکنه که البته اون هم دیگه با این اتفاقاتی که افتاد تقریبا از دست دادیم ولی اینکه سرمایه ها مدام از کشور فرار میکنن اینکه کسی سرمایه گذاری نمیکنه سرمایه خارج وارد نمیشه این یعنی به این معنی که امنیت اقتصادی وجود نداره اینکه نیروی کار مدام قرار خاطر اینکه قانون کار خیلی قانون کار غیر منعطفی هست تعادل بازار کار به این سمت رفته که همه قرارداد کوتاه مدت داشته باشه در صورتی که هیچ جای دنیا بنگاه نمیتونه برای همیشه با فرد قرارداد کوتاه مدت یک ماه سه ماهه ببنده اساساً منافع بنگاه هم همینه که وقتی نیروی کاری رو که آموزش داد بتونه قرارداد بلند مدت باش ببنده و این امنیت شغلی رو براش فراهم بکنه ولی ما متاسفانه هر سه ماه یک بار شش ماه یک بار نهایتا سر سال همه باید در واقع نیروی کار تو بخش خصوصی به خصوص این دلنگرانی رو داشته باشن که الان قرار تمدید میشه چی میشه و این امنیت شغلی رو میگیره و امنیت اجتماعی همون تامین اجتماعی هم که با کیفیت بسیار پایینی در کشور ما فراهم این نمودار به نظرم یه نکات جالبی داره که من میخوام یک مقدار روش تحمل کنم و اون بحث ثبات اقتصاد کلام و محیط کسب و کار رو بیشتر توضیح بدم چون طبق مطالعاتی که انجام دادیم تقریبا این دوتا بحث اصلی اشتغال و بازار کار ما هست یعنی تا وقتی که این بی ثباتی تو اقتصاد کلام وجود داشته باشه رسیدن به اهداف ایجاد اشتغال با ارقام بالا اساسا امکان ناپذیر ما یک دوره داشتیم نیمه دهه هفتاد تا نیمه دهه 80. حالا این هم که من ارائه میکنم من اولش موزم و مشخص بکنم چون این دوتا دور ها ممکن دولت های مختلفی باشن هیچ ارتباطی واقعا به عمل کرده دولت ها نداره این همشون یک سری سیاست های مشابه رو به کار بردن که وضعیت بازار کار ما رو به این شکل بوده یک سری اتفاقات ممکنه افتاده مثلا اون دوره نیمه دهه هفتاد تا دهه هشتاد چون ما نرخ در قیمت نفت خیلی پایین بود یه ثباتی به صورت ناخواسته به اقتصادمون تحمیل شده بود و یعنی خیلی نمیشه اونم ناشی از دستگاه سیاست گذاری اقتصادی بدونیم تو اون دوره ما شغل داشتیم ولی رو و رشد اقتصادی هم داشتیم که اون دوره رو ببینیم دوره بود که نسبتاً حالا به خاطر همون ثبات بودجه دولت که اون هم از ثبات نفت می اومد تورم میانگین 15 درصد داشت نرخ ارز یکسانسازی سازی انجام شده بود با یک نرخی بود اقتصاد نرخ بهره حدوداً یک یا دو درصد بالای تورم بود و یه فضای تامین مالی نسبتا معقولی وجود داشت و حداقل مداخلات دست قیمت گذاری دولت و محیط کسب و کار رو داشتیم بنابراین یک دوره بود که هم رشدمون افزایش پیدا کرده بود هم اشتغال اما یک دوره ای ما داشتیم تا قبل از تحریم ها تا سال 91 که تورم خیلی روند فزاینده داشت به 21 میانگین به 21 درصد رسید نرخ ارز کنترل شد چون قیمت نفت خیلی بالا رفت دولت بودجهش رو زیاد کرد منابع نفتی داشت و این نفت رو تو اقتصاد خرج میکرد و واردات خیلی ارز رو پایین نگه می داشت واردات خیلی گسترده شده و این واردات بونگه های خرد رو کاملا از بین برد و ما اقتصادم اشتغال نتونست ایجاد بکن اما رشد داشتیم چرا چون نرخ بهره حقیقی و در واقع نرخ بهره رو پایین نگه داشته بودن نرخ سود حقیقی مثبت شده و بونگه های بزرگ بونگه های انرژی بر و سرمایه بر مثل بخش انرژی ما به تامین مالی ارزون دسترسی داشتن در تامین مالی میکن رشد ایجاد میکن و این سهم اینا از اشتغال کمتر از 20 درصد خیلی تو اشتغال اثر نداشت رشد بدون اشتغال ما این دوره تجربه کردیم و مداخلات دولت هم در اقتصاد زیاد شد دوره سوم ویژگی های خیلی متمایز داره دوره هست که ما رشد اقتصادیمون تقریبا سفره، حالا نزدیک به صفر منفیه تورم هم روند فزاینده داره حتی به جز حالا دوره سالهای 95 و 96 که تورم یک رقمی میشه نرخ بهره با ارقام بسیار بالایی بالاتر از تورم نرخ سود مثبت و بعد از خروج ترامپ از برجام سال 97 مداخلات فزاینده شدیدی توی محیط کسب و کار داریم قیمت گذاری ها و غیر زیاد میشه بنابراین سوال اینه که این دوره با این رشد با این سرمایه گذاری چطور شد که اشتغال روند سعودی داشت تا قبل از اینکه به دوران کرونا برسیم این دوره به نظرم دوره که خیلی تحلیلش جالبه و حالا تو اسلاید بعدی من این رو توضیح میدم این دوره دوره بود که اشتغالی که زیاد شد 75 درصدش در بخش خدمات بود در بخش خدمات در صورتی که بخش خدمات 50 درصد از اشتغال ما رو داره 60 درصد از این اشتغال اشتغالی بود که افراد خودشون برای خودشون شغل ایجاد کرده بودن و 86 درصد در بنگاه های یک تا 9 نفر بود بنگاه های خیلی خرد و کوچی یعنی به نوعی فرد این نشون میده وقتی تعداد بنگاه و خود اشتغالی رو میذاریم کنار هم به این معنی میده که این اشتغال در بخش غیر شرکتی اقتصادی جا شد اساساً جایی بوده که دولت و سیاست های دولت هیچ حضوری نداشتن نه به تامین مالی اینا دسترسی داشتن نه به سایر حالا کمک هایی که میکنن دسترسی داشتن و 50 درصد اینها هم افراد تحصیل کرده بودن و 50 درصدش هم خانم ها بودن یعنی برخلاف کاملا ساختار بازار کاری که ما میبینیم در فاصله سالهای 92 تا 3 تا 98 قبل از کرونا 3 میلیون نفر به اشتغال ما اضافه میشه که این ویژگی هاشه ای که 65 درصدش هم حالا در بخش غیر رسمی هستن باز این هم غیر رسمی هم می‌بینیم یعنی همون بخش غیر شرکتی که اصلا دولت هیچ حضوری اونجا نداره اینا رو می‌ذاریم کنار هم به نتیجه می‌رسیم که افراد که عمدتاً هم اینا متولدین دهه 70 بودن برای خودشون با سرمایه انسانی خودشون شروع کردن شغل ایجاد کردن تو بخش های خدمات و غیره و حالا من اون مقایسه‌ای که انجام دادم با کشورهای عربی که بهار عربی رو سال 2011 داشت همه این آمارهای بازار کارشون دیدیم از ما کمتر بود ولی این منتج به یک اعتراضات گسترده ای شد من اسم این دهه 90 رو میذارم واقعا دهه تلاش برای زندگی یعنی افراد جوانان ایرانی هم اومدن تو انتخابات های مختلف 92 96 دیگه 94 شرکت کردن با خیلی در واقع سعی برای اینکه مسیر اقتصاد رو تغییر بدن تو بازار کار برای خودشون شغل ایجاد کردن امیدوار بودن که بتونن این شغل های فراهم بکنن و اینها رو نگه اما از 98 به بعد اتفاقاتی که در اقتصاد و جامعه ما افتاد حالا اون آبان 98 بعدش این داستان های هواپیما و غیره بعدش دیگه کرونا اومد و دیگه سیاست های دولت به سمت همین کنترل و اینها رفت ناامیدی هایی که تو انتخابات های 98 و اتفاق افتاد اساسا این تلاش برای زندگی رو به نوعی مخدوش کرد یعنی یک دوره ای که جوان با سرمایه های شخصی خودشون تلاش میکردن که تو بازار کار یک فعالیت رقم و تو آمارهای کلان همین رو کاملا میبینیم ویژگی هاش هم میبینیم کاملا منطبق زنان هستن جوانان هستن افراد تحصیل کرده تو بخش غیر رسمی این نشون میده این تلاششون برای تغییر بوده که متاسفانه میخوره به یک بمبست خیلی بخش... متشکرم بحث جالب بود آقای بخشی میخوام نکاتی اضافه کنم منم داشتم به این فکر میکردم که اینطور که آقای بهنیا توضیح دادند از این آماری که ارائه شد شاید بشه اینطوری فهمید که جایی که دولت نمیخواسته کاری بکنه و کمک نمیکرده و دست مردم بازتر بوده برای اینکه خودشون برای زندگی خودشون تلاش کنند اتفاقات خوبی افتاده ولی یه جاهایی که به قول آقای رحیمی اون خوی کنترلگری اون خوی عقل کل بودن و همه چیز دان بودن میومده و سعی میکرده یه کاری بکنه نه تنها نمیتونسته کاری بکنه خیلی اوضاع بدتر میشده من های دکتر آقای بهنیا رو واقعا خیلی لذت بردم یه نکته ای رو به نظر من شما تو بستون جا انداختین دهه ن دهه شکوفایی فضای مجازی بود بخش بزرگی از این کارها در واقع مدیون فضای مجازی است و الان هم شاهدیم که به شدت داره افت میکنه و الان شما گزارش های زیادی میبینین که به خاطر بسته شدن فضای مجازی چه مقدار شغل از دست رفته یعنی تلگرام و اینستاگرام دیگه بله دقیقا دقیقا من کاملا نکته شما درست همین در واقع تمام پلتفرم ها تلگرام و اینستاگرام هم نیست تمام این پلتفرم هایی که ببینیم برای خرید کالا غیره هست برای تاکسی اینها همه اینها تو همین ده اتفاق یعنی اون بستر اینترنت تا حدی تو این دوره بهبود پیدا کرد بله. علاوه بر تمام بلد. اون شرایطی که اقتصاد داشت و این جوانان تونستن از این بستر استفاده کنن بلد. و برای خودشون شغل خلق کردن دقیقا. در واقع به این ترتیب که به حال ما واقعا از این نظر به شدت مدیون فضای مجازی هستیم واقعا اینجا هم دست دولت خیلی کوتاه بوده دقیقا دقیقا مگر دقیقاً، که خودشو بله، به زور تحمیل کرده بله، باشه ارز کنم که من بر میخوام برگردم به بحث شیرین اقتصاد دستوری تو بحثایی که شما کردین درباره نهادهای بازار کار یه نهاد باید اضافه کنین که بسیارم به اون اقتصاد دستوری ما میخوره شورای عالی کار شورای عالی کار سه طرف داره کارفرمایان نماینده کارفرمایان نماینده کارگران دولت محترم مهمترین وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دست مست. کارفرمایان میشینن اونجا دلایلشون میارن کارگران هم با توجه به قوانینی که ما داریم باید معادل معادل تورم دست مست اضافه بشه در واقع همون رو میخوان دولت اینجا حکمه متاسفانه ما در واقع در طول همه سالها دیدیم دولت به خاطر مساله دولت همیشه طرف کارگران رو میگیره و دستمزد رو سعی میکنه که به میل اونها ببره بالا چون طبیعتا کارگران قشر وسیعتری هستن نارضایتی اونها برای دولت میتونه که مشکل ساز باشه کارفرمایی رو میزنه تو سرشون برای اینکه اصولا دولت بخش خصوصی رو بچه زنبابا میدونه بدون تعارف بهتون بگم دلالش هم خیلی مشخصه دولت ببینید شما الان نگاه کنین هر سال توی افزایش های دولت 15 درصد 18 درصد 20 درصد ولی برای شورای عالی کار دولت در واقع اونجا دستمزد رو میبره یعنی در واقع دو به یک میشن دیگه دولت هم همیشه اون عدد رو میگیره که مسلحتشه معمولا این عدد خیلی بیشتر از عدد دستمزد که دولت به کارکنان خودش میده یعنی این تبیز قائل میشه چون اونجا بخش خصوصی حقوق میده دولت خیلی بخشنده است اینجا که خودش حقوق میده شما نگاه میکنید ماکسیموم افزایش دستموز در سیستم های دولتی 25 درصده مثلا تو اون تو حقوق های پایین حقوق های بالا کمتر میشه ولی ببینید که پارسال اومدن در واقع بخش خصوصی رو کردن 57 درصد برای اینکه احساس کردن تورم خیلی سنگینه قشر کارگر تحت فشار زیادیه حالا خرج که از کیسه مهمان بود حالا دولت به کارفرمایان میگه به حقوق کارگرات 57 درصد اضافه کن آه. حالا خودش به کارمندان خودش این اضافه بگو نمیده ببینید حالا مخاطب باشون سال پیش میاد که خب با این وضعیت تبرم بله و این شرایط سخت معیشتی که بله. حداقل دستمز بگیران دارن چه باید کرد؟ اصلا ببینید من مخالف این مسئله نیستم که چرا 57 درصد اضافه کردن ولی دولت اونجا تصمیم میگیره به عبارت دیگه اقتصاد دستوری اونجا خودش نشون میده ظاهرا خیلی دموکراتیکه یه شورای هست نشستیم با هم بحث میکنیم به یه تفاهم میرسیم ولی تفاهمی در کار نیست دولت بنا به مسلحت خودش اینو تصمیم میگیره حالا اینکه واقعا این چقدر به نفع قشر کارگر هست اون بحث جدایی حتما من... باید به این موضوع بپردازیم حالا شاید الان بله. فرصت نشون. من مخالف اون نیستم که چرا باید. به کارگرا 75 درصد داده ولی میگم چرا به کارمنده خودتون 18 درصد میدید بله بله به این ترتیب از در, در, واقع... این مورد چون بحث ظریف و مهمیه من الان بله. دارم به این فکر کنم که بله. اگر حتی در این جلسه فرصت نکنیم یه موقعی باید روی این موضوع حتما صحبت کنیم بله ببینید اینجا فقط این بحث مطرح میشه که ما میخوایم که ریشه های اقتصاد دستوری رو کشف کنیم دیگه نه دولت اینجا در واقع دستور میده که کارفرمایان بخش خصوصی از فردا از اول فروردین ما حقوق و بعد اینقدر اضافه کنید حالا فارق از اینکه حالا اون بحث دیگری است که چقدر این کارایی داشته چقدر کارایی نداشته و اصلا بهتون بگم تورم بیشتر از اونم بوده و اونم حقشون بیشتر بوده من به واقعا به شما بگم که تقریبا تو دو سه سال دوره آقای روحانی در واقع همین شورا عدد افزایش دستمزد کارگران رو بیشتر از نرخ تورم گذاشت که این از نظر من خیلی جالب بود چون مثلا تورم 25 درصد بود ولی حقوقا رو 33 درصد اضافه کردن خب این در واقع یه کمکی بوده به اونا به حال که بتونن در واقع بالاخره زندگیشون رو حداقل بگذرونن من در واقع میخوام که این بحث رو بهش نگاه کنیم که چون ما در واقع دنبال ریشه های اقتصاد دستوری میگردیم فارق از اینکه در یک نهاد دموکراتیک هم پنهان شده ولی اونجا در واقع دولت تصمیم میگیره و در واقع تصمیم میکنه یعنی فارغ از اینکه حالا کارفرما میتونه این پول بده یا نمیتونه بده کما اینکه در واقع در ابتدا هم در واقع باعث شد که بخشی از کار بخشی از کارفرمای مجبور شدن که بخشی از نیروی کارشون رو در واقع بیکار کنن چون قادر به پرداخت دستمزد نبودن یعنی این کار شد دوستی خال خرسه دقیقا یعنی ببینید دولت میخواست بله از درسته. کارگران حمایت کنه ولی نتیجش بله. نتیجهش برعکس بود بیکار شدن خب ببینید حقیقت اینجاست که دولت تو تمام این سالهای گذشته ما شاهد بودیم که اصولا با بخش خصوصی خیلی رابطه مثبتی ندارد اصولا فارق از همه شعاراشون در واقع اصولا بخش خصوصی رو دولت خیلی در واقع تای باشون راحت نیست اون اقتصاد دستوری بخش زیادیش برمیگرده به همین مطلب که در واقع بخش خصوصی رو نگذاریم که خیلی بزرگ بشه رشد کنه راحت کار کنه و همسال هم این اقتصاد دستوری در واقع تو اونجا خودش نشون میده من فقط خواستم که این گوشه رو براتون باز کنم که در زمین دستمزدم همون تفکر اقتصاد دستوری هست خیلی متشکرم خب حالا با آقای علویان یا آقای رحیمی هر کدوم تمایل دارین که تا اینجا آمار خوبی ارائه شد و بحث این بود که اقتصاد دستوری قراره چجوری تاثیر بذاره که شما دسته بندی کردید حالا بشنویم از آقای رحیمی خواهش میکنم بس به جای خوبی رسید مستاقایی که مطرح شد منم چند تاشو یادداشت کرده بودم جلسات قبلم راجبه نظام بانکی صنعت خودرو غیره صحبت کرده بودیم حالا من میخوام اصلا بیام راجع به چیزایی صحبت کنم که اونقدر توی زندگی ما جاری و ساری شده که اصلا نمیفهمیم ماهیت دستوری داره چون توی تقریبا تمام کشورهای دنیا هم بعضن اعمال میشه و رعایت میشه همه میگن خب بدیهی اگه این نباشه که نمیشه چند از اینا رو با هم مرور کنیم حالا خاصه راجع ایران قاچاق ما با دولتی مواجهیم که حالا از خود شما وام میگیرم و یاد گرفتم دکتر که میگه چای و پارچه و اینا قاچاقه یعنی شما فرض کنید از ایران بریم یه کشور اروپایی بگیم اومد تو کشور از کشوری دارم میام که دولتش تشخیص داده چای و پارچه قاچاق است خیلی دیگه. و خیلی چیزای دیگه هزاران چیز دیگه قطعا قاچاقچی وقتی ما میشنیم مثلا قاچاقچی انسان و اینجور چیزا باید بیاد به ذهن ما ولی وقتی می میبینی میبینی بعد کسی که داره چای میبره بنزین میبره و اینها ما انگ قاچاقچی با یک بار ارزشی منفی به این آدم میذاریم در حالی که این آدم سعی کرده از یک فضای باز اقتصادی که تونسته برای خودش ایجاد کنه درآمدزایی داشته باشه معقوله بعدی دست فروشه فکر کنم منظور شما اینه که خود این موضوع یعنی این ذهنیت روی بیکاری خیلی تاثیر میذاره یعنی یه، یک شغلی که میتونه به عنوان یک شغل محسوب بشه توسط حاکمیت تخلف قانونی محسوب میشه غیر رسمی و اقتصاد غیر رسمی و بزرگ میکنه و این خودش مسائل مشکلاتی و با. قصه با بامز، اینه که این خوی کنترلگر میاد میره سمت کولبرا و میخواد کولبرا رو هم ساماندهی کنه یعنی حتی هر جایی هم که میخوان از این فضای بسته به نوعی مردم توی بازار آزاد برن دنبال پی کار و زندگیشون دولت میره تعقیبشون میکنه باز اونجا براشون کدی تعریف میکنه مثلا شرایطی تعریف میکنه و همین مورد بعدی بحث دستفروشیه شرایط کار شرایط ایجاد کسب و کار به قدری تو ایران سخت شده و به قدری هزینه های سربار داره که افراد ترجیح میدن که وارد یک فاز نرمال و روتین نشن دستفروشی نه به عزیزانی که ما توی مترو می‌بینیم و چیزی میفروشن کسانی که توی اینترنت پکیج میفروشن کسانی که خدماتشون رو بدون اجاره دفتر و دستک بدون ثبت شرکت دارن انجام میدن همه دارن یه جوری فرار میکنن که کسب و کارشون رو از دید دولت پنهان کنن چرا چون میدونه اگه وارد این وادی بشه ماها باید به دنب... دنبال مجوزهاش بدوه ماها باید جوابگوی این نهاد و اون نهاد و مالیات و وزارت کار هم باشه پس نتیجه تصمیم میگیره که نیاد و وارد این وادی نشه و به شکل دیگه ای کنه. رو داشتیم سال پیش به ویژه تو ایام کرونا خیلی بولد شد مداخله دولت توی نرخ اجاره بها بود یه روز دولت از خواب بیدار شد گفت که آقا از این به بعد که حق نداره اجاره رو 20 درصد بیشتر زیاد کنه و اصلا خب این تبعاتی که داشتیم بود که خیلی از کسایی که ما میشناختیم و امرار معاششون از اجاره دادن خونه ها بود تصمیم گرفتن بعد از این خونه اجاره ندن خالی نگهش دارن بهتر از اینه که کلیده شده دست دولت بسپارن و این اتفاقا باعث افزایش نرخ اجاره بها شد معقوله حداقل دستمز، به درستی مطرح شد هنوز هنوزم برای من خنده که من کارگر و کارفرما روی یک عدد به توافق رسیدیم یه نفر سومی به اسم دولت وارد کادر میشه میگه من تعیین میکنم تو چقدر باید بگیری تص... تاثیراتش روی نرخ بیکاری روی مشاغل پاره وقت عدم ورود نیروی کار جدید و همه اینها خودشون نشون میده معقوله قیمت های مصوب و کالاهای اساسی باز یه دولتی پیدا میشه من تعیین میکنه که کالای اساسی من چه باید باشد و یعنی انگار بهتر از من میفهمه از زندگی شخصی من و از معاش من بهتر میفهمه که چه ها باید برای من کالای اساسی باشه برای اینها ما یه سری سازمان داریم سازمان حمایت از تولید کننده مصرف کننده یه چیز خندهداری داریم تحت عنوان شورای عالی مناطق آزاد یعنی میگه پیش بگیر که 90 درصد 95 درصد خاک این کشور بسته است حالا ما یه سازمانی تعریف میکنیم که توی اون مناطق آزاد تجاری داریم خب چرا اصلا این باید پیش این باشه که مناطقه... اصلا این شورای عالی مناطق بسته اگر می‌داشتیم شاید کار کرده اقتصاد ما بهتر بود معقوله دانشگاه فرهنگیان من صاحب بچه شدم بزرگش کردم تربیتش کردم دولت میگه من تعیین میکنم معلمش کی باید باشه بعد از کانال من بیاد تو این دانشگاه اینا رو یاد بگیر به بچه تو اینا رو یاد بده حالا یه چیز جالبتر باز به اینا فکر نمیکنه ولی میخوام یه تلنگوری باشه ولی اینکه تو همه دنیا باشه مالیات بر درآمد یکی از چیزهای یکی از ابزارهای کنترلیه دولت با خودش اینجوری فکر میکنه میگه یه سری آدم هستن درآمد داره من از اینا پول میگیرم حالا این پول گرفتن چیه مستاق بارزه به بردگی گرفتن شهروند میخواد تو آمریکا باشه میخواد تو ژاپن باشه مهم نیست میگه آقایی که تو میری 8 ساعت کار کنی نیم ساعت یک ساعت اول کار تو باید بدی به من حق انتخاب هم نداری نداری جریمت میکنم نداری زندانت میندازم و همه این یه چیز یه مالیات های دیگه ای هست اسم عوارض و تعرفه میگیره مثلا عوارض خروج آقا من بیزینسمنم اقتضای کاری اینه که مثلا ماهی دوبار از کشور خارجم دولت میگه هر بار یه 600 تومن، 800 تومن بیار به من بده تعرفه گمرک و واردات بعد که من همه اینها رو می‌بینم، همه این اقسام مالیاتی رو میبینم میام فکر میکنم چرا نباید فرار مالیاتی کنه خب ناچاره یعنی شرایط رو به قدری تو براش سخت کردی به قدری براش سودش رو به اصطلاح محدود کردی خب فرد ترجیح میده که صورت های مالی درستی ارائه نده مورد آخرم که که اصلا راجبش بحث نشده ولی خب دوست دارم بهش فکر کنیم مقوله تعطیلاته دولت ها در تمام دنیا تصمیم گرفتن من یک شنبه ها تعطیل باشم آقا من نمی‌خوام یک شنبه تعطیل باشم من می‌خوام سه شنبه ها تعطیل باشم دولتها تصمیم گرفتن که ساعت ده, ده دهانیم شب مترو بسته شه آقا من تازه بیزینس هم میخوام دهانیم شب ران کنم تو چرا داری با این جنس از مداخلات که خیلی بدیهی شده خیلی روتین شده خیلی پذیرفته شده داری زندگی من کسب و کار من و معاش من رو تحت تاثیر قرار میدی پس زندگی شبانه و کسب و کارهایی که شبها میتونن فعالیت کنن دقیقاً خودش موثره یعنی اگر یک فرض کن یک مغازه یک مکانی برای کسب و کار ایجاد شده سرمایه گذاری شده اجاره پرداخت میشه زحماتی کشیده میشه و مشتری داره که مثلا تو نیمه شب خدمات بده و اشتغال ایجاد کنه ولی یه عده میگن که نه تو باید مثلا ده شب تعطیل کنی آره من خیلی خلاصه راجع به تبعاتش بگم معمولا به شما میگن هشت صبح بیا پنج بعد از ظهر برو چهار بعد از ظهر برو اوج ترافیک رو ما تو این ساعت ها داریم اون ساختمونی که برای اون شرکت یا اون کارگاه در نظر گرفته شده از 24 ساعت 8 ساعت 10 ساعت فقط بهره وری داره و انتخاب آدم و ترجیحات آدم ها به طور کامل ندید گرفته شده و این اونقدر بدیهی شده اینقدر تو زندگی ما رخنه کرده که اصلا هیچ وقت ما در این شبهه ایجاد نمی‌کنیم شک نمی چرا برای من داری چنین قاعده ای رو میچین این که چه باید کردم بمونه آخر بله بس. بله حتما چاید. صحبت میکنیم آقای علویان خیلی ممنون از صحبت هایی که شد بندهم خیلی استفاده کردم چیزی که به ذهن من رسید در این مورد خاص که به هر حال اینکه اثر واقعا مستقیم اقتصاد دستوری و این ساختاری که حاکم هست بر بازار کارچی بوده من فکر میکنم شاید بهتر باشه این رو اینطور در نظر بگیریم که ببین بازار کار میشه در واقع آخرین بخشی که یه انسان دیگه دوره های ترنزیشن یا انتقالش به اتمام میرسه و دیگه سرنوشتش تا مرگ قرار اونجا رقم بخوره یعنی شما وقتی که یه کودکید اول یه مراقبت های بهداشتی اینا نیاز دارید تا بزرگتر بشید بعد آموزش نیاز دارید که میشه دوره در واقع تحصیلی که آقای بهنیا اشاره کردن بعد دیگه اونجایی که قراره که زندگی تشکیل بدید اینها موتور موتور رشدش در واقع موتور پیشبرنده تون میشه بازار کار که تعیین بشه چه محل درآمدی داشته باشید این چقدر ثبات داشته باشه چگونه نداشته باشه حالا کار کردی که تو کشور ما دولت داره تو این بازی میکنه یعنی تو بخش حساس و کلیدیش این است که شرط لازمش رو تونه فراهم بکنه که همون ثبات اقتصاد کردن حالا چرا نمیتونه اینو فراهم بکنه چون که یه فروز امنیتی واسه خودش دیده میگه آقا یه سری چیزها رو من باید امن نگه دارم این از کجا میاد منم نمیدونم مثلا میگن انبار قله خاطرتون باشه چرا امنیت غذایی این جزء وظایف منه من باید امنیت انرژی رو به عهده بگیرم که حالا اتفاقا از سر حادثه میبینید نا... ناکارآمدترین جاها هم که دوران بازار انرژی همین امروز دارید بحثش رو می‌بینید، بازار نان دارید بحثش رو می‌بینید وقتی این کار کرده رو برای خودش تعریف می‌کنه حجم در واقع وظایفی از یه طرف ناکارآمدیه چون که دولته چون که هیچ رقابتی با کسی نکرده که خودش میگه رأس... یعنی حاکمیت در واقع میگه من خودم رأساً زور دارم میتونم هم حل بکنم بعد میاد برای خودش یه مطالباتی رو فرض میگیره و شروع میکنه بر اساس اونها در واقع هزینه تراشیدن میشه همون نقطه صفر اقتصاد کلان که فرمونه کسری بودجه درسته بعد کسری بودجه رو که به وجود آورد حالا میگن خب بیاید درستش بکنید و چون هم اینم افتاده دیگه توی راهکاری که نمیخواد نمیخواد مسیر اصلاحی رو بره چون بحث دستوریه و نمیخواد اون ساختار دستوری به هم بخوره میاد چیکار میکنه از این ستون به اون ستون حرکت میکنه همین مسئله که داریم میگن از این ستون به اون ستون فرجه اینو هی پیش میره مثلا میخوام الان کسی وجودم چیکار کنم برم سراغ نفت بپوشونمش بعد سراغ نفت میره میپوشونتش بحث بیماری هلندی و اینها پیش میاد یا میخوری به تحریم درآمد نفتی نداری حالا میری چیکار کنید؟ از طریق بانک مرکزی حالا تورم میشه هی ستون های مختلفو درگیر میکنه میاد جلو اما متاسفانه ستون اون آخر هست چون این از این ستون به اون ستون فرجه تا وقتی که تعداد ستونتون بی‌نهایت باشه اون ستون آخر بازار کاره دیگه شما نه با چاپ پول میتونی کاریش بکنی نه میتونی با حتی درآمد ارزی اگه برگرده تحول بزرگی چون شما یه پدیده بوده ده 15 سال هشدار داده شده داشته اتفاق میافتاده و برهی از زندگی افراد که عملا اگر اون بره در واقع تعیین تکلیف نشه با مرگ که فرقی نداره که <applause> شما وقتی درآمد نداشته باشید در نتیجه این سلسله مراتب امنیتی فرض کردن و دستوری عمل کردن درسته که از یه ستون به یه ستون دیگه حرکت میکنید اول میرید سراغ نقدینگی حالا الان هم یه چیزی که باب شده اوراق بدون پشوانه چاپ کردن یعنی آینده فروشیه شما اوراقی که چاپ میکنی هزینه جاری دولت رو باش در واقع تأمین میکنی یعنی انگار آینده کشور تعداد بزرگی از افراد رو دارید زیر سوال آینده اونها هم دارید تو چون داده میشه به سمت آینده و تورم ج... تعهدات خیلی سنگین که اصلا عملا ممکن نیست جی‌دی‌پی بیشتر بشه آه ولی الان به آینده هم حل داده نمیشه چون این اوراق میره دوباره میشینه تو بانک مرکزی بانک مرکزی پولشو پرداخت میکنه یعنی الان حتی اون هم نیست که اوراق بره دست مردم که بنا به درآمدهای آینده دولت بتونه این اوراقو بازپرداخت بکنه همین الان میره میشینه رو ترازنامه بانک مرکزی پولش برداشت میشه و تورمش هم, هم اصلا ده ده فلسفه, فلسفه. ببین فلسفه اوراق فلسفه ت... تامین کسری بودجه نیست جای دنیا فلسفهش هموار کردن مصرف دولته مثلا دولت امروز میخواد یه هزینهای رو بکنه میدونه درآمدزا میگه آقا من یه اعتباری دارم نزد شما یه تیکه کاغذ امضا میکنم بهتون میدم اون اعتبارم چیه بعدا یه رشدی درست میکنم مالیات میتونم بگیرم پر میکنم این هزینه رو میام یه یه عملیاتی انجام میدم یه زیرساختی رو تامین میکنم که بعدا در این بخواید خرید تضمین گندم اوراق چاپ کنیم. معلومه با بالاخره جای خاصی من نگرانم که از بحث اصلی خارج بله. نشیم در هر حال نکته ای که شما گفتین این بود که دولت یا حاکمیت سعی کرده به ستون های مختلفی به قول شما متوسل بشه و مرحله به مرحله یک ابزار یک ستون رو از دست داده و شاید از نظر شما آخریش دیگه بازار کاره بانو. بازار کار از اون جاهاییه که هیچ جوری دیگه نمیشه درستش کرد یعنی با پول چاپ کردن با نمیدونم وعده و وعید دادن باید رشد اقتصادی ایجاد بشه یعنی باید نگاه سعی اقتصادی ایجاد بشه که رشد اقتصادی ایجاد بشه و تنها راهکار برای ایجاد اشتغال نایه. رشد اقتصادی حالا برگردیم به این سال که خب چه کنیم چه باید کرد با این وضعیت که داریم پیش فرض ما این بود که وضعیت بازار کار ما بسیار نامناسب و نامساعده یکی از مهمترین دلایلش ذهنیت اقتصاد دستوری یا به قول آقای رحیمی خوی کنترلگری توهم دانایی و نتیجهش این بوده که روز به روز وضعیت بازار کار ما بدتر شده یا حداقل بگیم وقتی که اقتصاد دستوری تقویت شده بازار کار ما تضعیف شده حالا سوال اینه چه کنیم باند. سوال سختی بله. بله. من یه بله. مطلبی رو میخواستم قبل از اون بگم چون بعد که برسیم ببینیم همین من در واقع در دنبال اقتصاد دستوری چند تا نکته رو بگم که به دردمون بخوره ببینید به عنوان مثال اگر شما توی شرکتی بخواید کار کنید و نخواهید تحت پوشش تامین اجتماعی باشید شما و کارفرماتون نخواهید هر دوتون تفاهم داشته باشید من اینجوری کار میکنم دولت اجازه نمیده اگر بازرس تامین اجتماعی بیاد ببینه یه جریمه سنگین در واقع اون کارفرما باید بپردازه یعنی شما حق ندارید روش استخدام دیگری غیر از این داشته باشید خیلی جالب این مسئله مطلقا حق ندارید موظفید که برایشون بیمه رد کنید البته این بعد میره به جاهایی که یه گرفتاری های دیگه برای دولت درست میکنه مثلا شما یه مهندس عالی رتبه رو با حداقل حقوق استخدام میکنید و حقوقش مایی پنجا میلیون تومنه باقی رو جور دیگه بهش میدید ولی تو لیست بیمه هفت میلیون بهش میدید خب برای اینکه اون کارفرما که این 5 میلیون میده یه جای دیگه باید پول در بیاره یعنی به حال به این ترتیب یا مثلا یه مثال براتون بزنم خیلی جالبه شما اگه بازنشسته ارتش و نیروهای مسلح باشید حق دارید برین کار کنید حقوق بگیرید حتی تو این حقوق بگیریتون حق بازخرید هم دارید اگه شما کارمند دولت باشین بازنشسته بشین باز حق دارین هر جایی خواستین برین کار کنید ولی اگه بازنشسته تامین اجتماعی باشید حق کار ندارید اگر کار کردین و اومدم فهمیدم حقوق بازنشستگی تو قطع میکنم خیلی جالبه خیلی از کارگرا به خاطر سختی کار یک کنیم برابر حساب میشه یعنی بعد از 20 سال کار بازنشسته میشن به خاطر اینکه محیط سخت دارن اینا کلی تخصص به دست آوردن کار یاد گرفتن میتونه کار کنه ولی حق نداره کار کنه خیلی جالبه این شخص توانایی کار داره حقوقی هم که دریافت میکنه به عنوان بازنشستگی کفاف خرجش رو نمیده ولی حق نداره کار کنه اگه کار کرد من تنبیهش میکنم شما آمادگی کار دارین کارفرمایی هست که حاضر به شما حقوق بده ولی چون شما بازنشسته اون سازمان هستین حق کار ندارید من. حالا جالب به شما بگم ما الان یکی از کمبودهای بازار کارمون در واقع نیروی کار متخصصه این نیروی کار متخصص حق کار نداره یه کارگری که مثلا 20 سال 30 سال کار کرده کلی کار بلده الان این حق کار نداره حالا شما الان در واقع دنبال یه کارگر متخصص میگردین و گیر نمیارین ولی اون حق کار نداره خیلی جالبه واقعا این دیدگاهی که در واقع اصلا تفکر دولت که داره عمل میکنه اینجا بله. یعنی این اقتصاد دستوری در واقع اصلا ابعادش به فلج کردن اقتصاد میرسه به در واقع ناکار کردن نیروهایی که مفیدن میرسه یعنی یه کارگری که میتونه کار کنه یه حقوق بیشتری بگیره زندگیشو بگردونه کاری هم به دولت نداره کارفرما راضی کارگر راضی ولی تامین اجتماعی میگه شما حق نداره خیلی متشکرم ما،, باید یه موقعی درباره یه در واقع عمل کرده تخریب اقتصادی که از طریق سازمان تامین اجتماعی و درباره انحصاری که سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده صحبت کنیم خیلی ممنونم که موضوع خوب شما الان اشاره کردید و من سعی میکنم که با همین موضوع جلسه دیگه داشته باشیم آیه بهنیاد داشتیم درباره این صحبت میکردیم که خب چه باید کرد درباره بازار کار ایران چه کنیم که وضعیت بهتر بشه آیه دکتر کازمی عزیز خدمتون عرض کنم که ما تقریبا بیش از ده سال میشه که مستمرا داریم فضای بازار کار ایران رو تحلیل میکنیم با آمارهای مختلفی که هست به خصوص آمارهای نیروی کار که مرکز آمار ایران میده که این نتایجی هم که خدمتتون ارائه کردم از همون آمارها استخراج شده و این تصویری که ما میبینیم این تصویر کم و بیش همون حالا بس بر سالای 90 91 هم که این کار رو ما شروع کردیم همین تصویر رو داشتیم همین وضعیت های بالای بیکاری رو برای جوانان و افراد تحصیل کرده برای خانوم ها برای گروه های دیگه میدیدیم بحث اقتصاد غیر رسمی به همین ترتیب بود توی استان های مختلف این مطالعه انجام شده بود همین در واقع آمارها رو میدیدیم حالا یک مقداری کم و زیاد شدن ولی همین نقشه بیکاری رو شما پنج سال پیش هم ببینید تقریبا رنگامیزش به همین ترتیب شاید یک مقداری کمی درصدها متفاوت شده باشه یا این سالهای اقتصاد غیررسمی افزایش پیدا کرده باشه و اینها و مدامم با این دید بود که چه کاری میشه که چه سیاست هایی باید اتخاذ بشه چه برنامه هایی باید داشت که وضعیت بازار کار بهبود پیدا کنه و همونجوری هم که خدمتون گفتم اون تصویر کشورهای عربی و بهار عربی هم جلوی چشم بود که یه همچین آمارهای بازار کاری یه همچین بیکاری افراد تحصیل کرده این منجر به این میشه چون دیگه در واقع از یک جایی به بعد که دیگه این افراد نتونن شغل پیدا کنن و ناامید بشن هزینه فرصتشون در واقع خیلی کاهش پیدا میکنه چون کسی که بالاخره شغل داره درآمدی داره این اصلا وقتش اساسا خیلی مشغول هست این معلفه های دیگه براشون پررنگ میشه در کنار مسائل بازار کار و اقداماتی باید اتفاق بیفته که جلوی این موضوع رو بگیره ولی خب ما یک دهه با تاخیر این اتفاقات تو کشور ما افتاد چرا که واقعا این یه صبر مردم ما بود و تلاشی که کردن برای اینکه خودشون اوضاع رو بهتر بکنن هر سیگنالی که از هر جایی میگرفتن که ممکنه اینجا بهتر بشه اونجا رجوع میکردن حالا رأی بود یا هر اقدام دیگه ای بود که برای خودشون یا شغل ایجاد بکنن حالا مجموعه این مطالعات رسیده بود به این پنجتا تا سرفست این 5 تا باید اتفاق بیفته تا بازار کار ما اصلاح بشه ثبات اقتصاد کلان بهبود محیط کسب و کار اصلاح نهادهای بازار کار و حالا همه اینها بشه ممکنه یک جاهای افرادی باشن یک رسته هایی بالاخره قیدهایی داشته باشن که مانع توسعه میشه این قیدها ها رو دولت بخواد با سیاست های برد رو محدودیت برد تا اون رستا که اینا رو میگن سیاست های فعال مثلا قیت هایی که مهارت های خاصی تو بعضی جاها بخواد باشه که اینم لزوما ارز کمیتون بخش خصوصی اتفاق بیفته ولی خب زمین سازش دولت هست و سیاست های حمایتی این پنج تا دسته سه تای پایین کارهای سخت نهادهای نهات های اصلاح قانون کار بیمه بیکاری حتی اقل دستمزد منطقی هم کارهای سختی هستند که اساسا حالا این طی ده سالی که ما این کار رو انجام دادیم به قطعیت رسیدیم که هیچ توانی در سیاست گذاری و توان کارشناسی دولت برای اصلاح اینها وجود نداره و هر اقدامی بکنه با توجه به تجربه گذشته این میره به سمت بدتر همین اورا قرار بود یک اتفاق خوب تو کشور ما باشه الان میبینیم که شده یک راه دور زدن یه ستون دیگه ای که بخواد کسری بوجهش برم خصوصی سازی به همین ترتیب هر اقدامی که انجام شد اقدام درست و سیاست های هم یارانه ها و غیره میبینیم یا این وام هایی که داده میشه برای تو تفسر 18 تو بودجه یکی از نمود های همین سیاست های فعالیه که شده یک سری وام های ارزونی که داده میشه به هم سختن همین که مسائل بازار کار ما الان عمدتا همون دوتای تای اولن یعنی اینکه اقتصادی که با دنیا ارتباط نداشته باشه نمیتونه شغل ایجاد کنه این آه. دیگه یک نتیجه گیری قطعیه که هر کسی هم بگه میتونم بهش میدون دادن رفته و حالا همین دولت جدید هم همین حرفها رو زیاد دادن حالا آمارهای اشتغال زایی داره در میاد در من از صحبت های شما دارم اینطوری نتیجه گیری میکنم که بیشتر باید چه نباید کرد آره چه نباید که که چه کرد چه آره حالا من آره، باید, بگیم دولت فلان کار رو انجام نده تا درست بشه تا درست بشه بله. اون دو تای اول که ثبات اقتصاد کلان بحث کاهش تورم ثبات نرخ ارز اینها باز همون در واقع مؤلفه اقتصاد دستوری هستند که دولت اعمال میکنه کنترل نرخ از کنترل نلخه, نلخه بهره و اینها مشکل ایجاد میکنه و اون محیط کسب و کارهای بحث قیمت گذاری موجب است این به نظر من ستای آخر رو بگیم همون چیزی که شما هم هیچ کاری نکن حداقل الان تو گام های بعدی اگه تو اون دو تای اول به جایی رسیدی اونا رو هم رو انجام بده تو اون دو تای اول هم بحث بحث آزادی اقتصادیه یعنی بحث واقعا مرهم درد این اقتصاد جامعه ما آزادیه و تا وقتی این اتفاق نیفته نمیتونیم انتظار شغل هم داشته باشیم بحث محیط کسب و کار کاملا همین موضوع بحث قیمت گذاری ها مجوز ها بحث های قوانین تجاری که گذاشته میشه محدود میکنه همین بحث قاچاقی که فرمودن ممنوعیت کالاهای مختلف ممنوعیت هایی که تو سرمایه گذاری خارجی اتفاق میفته نمیتونن وارد بشن مشکلاتی که همین رابطه خارجی ما با اقتصاد با دنیا داره همه اینها میشه حالا ذیل مفهوم یک آزادی اقتصادی که افراد بدونن چه کاری میتونن تو اقتصاد بکنن آزادانه فعالیت بکنن آزادانه سرمایه بکنن و اون اقتصاد کلان اساساً حالا اون قسمت های رو بذاریم کنار نرخ ارز و نرخ بهره اساسا وظیفه حاکمیته یعنی اساسا اون چیزی نیست که مطالبه داشته باشیم یکی از وظایفش اینه که یک فضای باثبات برای اقتصاد کلان فراهم بکنه اینکه همه بدونیم سال بعد این موقع تورم چقدره بدونیم سال بعد این موقع نرخ ارز با یه فاصله خیلی کوچیکی یه دو درصد بالا پایین حدوداً تو چه بازه قرمه نرخ سود بانکی توی سال آینده سیاست های بانک مرکزی چیه و تو چه حدودی قرار این اصلا وظیفه یعنی من پیش میگیرم پیش میگیرم که این موضوع رو که دیگه ساده ترین کار همه دنیا تورم مثل یک بیماری میمونه که ریشه کن شده تو دنیا همه دنیا دیگه رفتن تورم ها خیلی پایین و حالا این دوره کرونا رو نبینیم که یک دوره به خاطر مشکلات سمت ارز تورم ها بالا رفت کاهشی بوده و این دیگه یک ساده ترین آزمونه این رو اگه تونست ثبات اقتصادی کلانو بده و اون قسمت محیط کسب و کار که آزادی اقتصادیه تونست به بنگاه ها بده و این کار رو بکنه حالا ما میتونیم تو مراحل بعدی که از این آزمون با موفقیت رد شده پاس این آزمون رو ببینیم که حالا با نهادهای بازار کار چیکار بکنیم با قانون کار با بیمه بیکاری با حداقل دستمزد سیاستهای فعال چه باشه و غیره و این رو نباید اصلا برعکس انجام بده وقتی اون ثباتو نداره بیاد سمت سیاستهای فعال بازار کار میشه رانت و فساد که هیچ اثری نداره خیلی متشکرم خب از بقیه دوستان بشنویم که چه باید کرد فکر کنم شما آقای علویان نکات مد نظرتون فقط من اینو بگم که ما هشت دقیقه بیشتر فرصت نداریم و بتونیم هر کدوم تو یکی دو دقیقه جمع کنیم خیلی خوبه منم خیلی کوتاه اگه خدمتون عرض کنم ما تاریخچه بالاخره نهادهای اقتصادی کشورمون رو که برید نگاه بکنید که اگه میخوام یه ریشه‌ای بکنم که این اقتصاد دستوری از کجا شروع شد و چه دلایلی میرسید به مرحوم علی اکبر داور اوه. که ایشون وزارت اقتصاد و بنیان گذاشت شرکت هایی که اون زل تشکیل شد شرکت خیلی عملا شرکت های اساسی که تشکیل شد تا زیل دولت کاری بود که ایشون تو وزارت اقتصاد سالهای 1114 تا 1118 حالا اون موقع یه بحانه وجود داشت یه دلایلی وجود داشت که در کل جهانم حالا افکار عمومی اینو میپذیرفت که یه نقشی از دولت وجود داشته باشه و اینها این کار رو که کردن هی به مرور دولت افتاد و نهاد حاکمیت توی مسیری که انگار یه انتظاراتی رو باید برآورده میکرد و این تو تفکر مردم گویا شکل گرفت مثل الان که میگم وقتی هنوز بعضی فکر میکنن شغل چرا نیست مسئول دولت و این نیازمند یه انقلاب فکری بود که این تحول در واقع در داخل ایران اتفاق بیفته این انقلاب فکری اتفاق, بیفتیه. اتفاق بیفتیه که دولت از پس همچین یعنی چیزهایی بر نمیاد کما اینکه جهان در دهه 80 میلادی به این نتیجه رسید و اصلاحاتی که انجام دادن توی اقتصاد انگلستان این هنوز تو کشور ما نشده بود به نظر من الان شده یعنی تقریبا همه پذیرفتن که طبق تعریف کلاسیک نهاد حاکمیت و دو دولت همون شر ضروری که بهش میگن شر بودنش به خاطر همین چیزایی که میبینید همین مداخلاتی که میبینید همین مسائبی که درست میکنه و اون ضروری بودنش رو فقط به این دلیل میگن تو متون کلاسیک اقتصاد چون آزادی های فردی رو باید یکی متولیش باشه حفظ بکنه یعنی ضرورتشونه ما الان اون ضرورته رو نداریم اون شرر حد اکثری داریم در نتیجه و فکر میکنم همه هم به این جنبندی رسیدن در نتیجه فکر می‌کنم همون مواردی که آقای بهنیا گفتن یعنی محوریت باید بر این باشه که آزادی های فردی رعایت باشه، آزادی بنگاه رعایت بشه، آزادی اقتصادی رعایت بشه و اصلاحاتی هم که انجام میشه یا تغییراتی هم که انجام میشه، باید این مسیر باشه. ما باید بشیم یه جزوی از اقتصاد جهانی واقعا به خصوص الان. چون ما دیگه از نظر استفاده از منابع دیگه حد اکثر سوء استفاده رو انجام دادیم. هر منابع زیرزمینی داشتیم، زمینی داشتیم. رو زمینی داشتیم. الان باید وصل بشیم هم از نظر انتقال دانش و تکنولوژی و به روز شدن هم از اینکه از منافعی که خب بقیه زحمت کشیدن درست کردن مازاد پسندازی که وجود داره استفاده بشه و انتقال دانش هم اتفاق بیفته اون موقع شاید بشه امیدوار بود که به این معضل متشکرم خب آقای رحیمی یا آقای بخشی هر کدوم بله خواهش میکنم نکات پایانیتون رو اگه بفرمایید بله. ذکری از مرحوم علی اکبر خان داور فرمودید ببینید اگر زمان در نظر بگیریم بله. یه جامعه عقب ای که اینا از قاجارها تحویل گرفتن تمام نهادهای نور در این جامعه مستقر کردن این جای قدردانی داره اونا ما رو از قرون وسطا آوردن تو قرون جدید ببینید مثلا به عنوان مثال من براتون بگم داستان مثلا تاسیس شرکت بیمه ایران که چه اتفاقی افتاد و چه جوری به این ترتیب حالا مسائل دیگه در حال حاضر اوضاع تقریبا برعکسه یعنی الان مردم خیلی جلوترن و متاسفانه دولت شده تبدیل به یه ترمز و در واقع این دستگاه ارز تبدیل دولت و اجازه نمیده ببینید بحثی که حالا آقای دکتر کردن الان میگه آزادی اقتصادی یعنی در واقع ما بیایم به اصطلاح مقررات دولتی رو کم کنیم دیگه خود دستگاه دولتی هم صداشون در اومده که بیایم مقررات زدایی بکنیم الان ببینید تو دستگاه وزارت دارایی یه بخشی هست برای مقررات زدایی این مشخصه ببینید یکی از مشکلاتی که به عنوان مثال ما الان در مجلس داریم این تورم قوانین ضد و نقیزه و متاسفانه ما مسئله تنقیه قوانین جدی نگرفتیم و اون در واقع یکی از عوامل سوء استفاده است به عبارت دیگه این دولت بسیار بزرگ و متورم و بعد با اون صفاتی که شما فرمودید در واقع این در واقع دست و پای اقتصاد رو بسته و هر جا که در واقع اقتصاد تونست یه ذره دست باز کنه دوید ببینید به عنوان مثال همین تو دهه 90 به خاطر فضای مجازی که حالا به حال یک کمی دولت حالا اون دولت قبلی یه ذره راه اومد چقدر شغل ایجاد کرد و چه ارتباطاتی برقرار کرد ولی الان وقتی اون می‌بندید به اون مسیر شغل ها بسته میشه به عبارت دیگه ما الان مشکل بزرگمون همینه که حالا شاید این شعر مستعد داشته باشه مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان یعنی اگر واقعا دوستان بیان تلاش کنن دخالت هاشون رو کمتر کنن مجوز ها و امثال هم کمتر کنن اقتصاد ایران با توجه به پتانسیلی که وجود داره آمادگی جهش رو داره شما ببینید در واقع تو همین سی چهل ساله اقتصادای اطراف ما ترکیه امارات چه جهشی کردن به کجا رسیدن ما در واقع به خاطر بسته بودن اقتصاد و هی در واقع بزرگ شدن دولت و محدود کردن بخش خصوصی متاسفانه از قافله اقتصاد جهانی عقب ماندیم خیلی متشکرم آقای رحیمی نکات پایانی یعنی شما رو بشتم بله من خیلی سریع است کنم تشکر میکنم اما چه باید کرد ببینیم وضع موجود اصلا وضع خوبی نیست نه تنها خوب نیست که خیلی هم بده بعد آلترناتیوی براش داشت آنچه که من میفهمم اولین کاری که باید کرد اینه که در ابعاد حکومت بازاندیشی کرد اساسا باید بحث حکومت رو از عدم و نیستی شروع کرد حکومت وجود ندارد مگر استرار و ضرورتی به وجود اومده این استرار و ضرورت توسط بخش خصوصی در صلاحیتش نیست که رفع رجوع کنه توان و انگیزش هم نداره حالا یک دولت نگهبان شبی وجود داره که جلوی این کاستی ها رو میگیره و اول به عنوان رگولاتور بعد به عنوان عامل میاد و به عنوان حداقل کار این رو انجام میده و دوباره به وضعیت سایلنتش برمیگرده اما در رابطه با شهروند ما همیشه در رابطه با دولت صحبت کردیم شهروند چه باید بکنه شهروند در حق خودش به نظر من اول باید خوی کنترلگریش رو بکشه اگه نیاز داره به تراپیس مراجعه کنه به دو جهت همین که اگه به مقام قدرت رسیدین خوی کنترلگریش از درهای دولت داخل نبره همین که از افرادی که میل کنترلگری دارن حمایت نکنه اونا رو به قدرت نرسونه در قبال سایرین این وظیفه رو داره که حق سایرین رو ضایع نکنه و اگه همین کار بکنه شهروند خوبیه در قبال دولت هم همیشه باید صداش بلند باشه و مانع از بزرگتر شدن و خروج دولت از کارویژه های حتی اقلیش بشه تشکر کن. خیلی متشکرم. آقای بهنی فکر کنم خوبه شما یه جنبندی نهایی داشته باشید سلامت باشید جنبندی نهایی که من دارم یک به حالا در واقع مروری به کل این ارائه است که خدمت شما داشتم اینکه آمارهای بازار کار ما با اختلاف با آمارهای کشورهای مختلف در وضعیت وخیمتری قرار داره و این وضعیت هم بوده چندین سال ده سالی هست که ما این وضعیت داریم و خیلی زودتر از اینها پیش بینی میکردیم که این اتفاقاتی که الان این سه ماه گذشته میبینیم بیفته ولی به واسطه ظرفیتی که ممکن بود جامعه ببینه برای تغییر و امیدی که داشت برای اینکه بتونه تغییر ایجاد کنه و چه در سطح حاکمی و چه در حتی اقتصاد خودش و خصوصی اینکه بیاد شغل ایجاد بکنه تو جامعه حضور داشته باشه زنان به خصوص نرخ مشارکتشون سالهایی به 17 درصد رسید حدودا در واقع 4 5 درصد افزایش بده کرد وارد بازار کار شدن شغلهایی برای خودشون ایجاد کردن ولی اینها همه این امیدها به در بسته خورد به سالهای 98 و 99 و و 1400 به در بسته خورد و این باعث این اتفاقی شد در کنار سایر مسائلی که اقتصاد و جامعه و سیاست ما داره که همین محدود شدن آزادی هست تو عمده مواردش به اینجا رسید که الان این روزها میبینیم و هیچ راهی هم حالا همونجوری که دوستانم هم توضیح دادن جز بازگشت به اون آزادی ها وجود نداره که حالا ما یک بخشیش رو صرفا توضیح دادیم یک بخشی که به عنوان آزادی های اقتصادی میتونیم مطرح بکنیم اون هم تو محیط کسب و کار این در واقع همین آزادی‌های اقتصادی هم میشه تو بخش‌های مختلف مثل همین بحث تأمین اجتماعی که شما فرمودید یا موضوعات دیگه هم دنبال کرد این آزادی اقتصادی باید حتما داده بشه اون ثبات اقتصاد کلان که پیشورزه اون حتما باید محقق بشه اینکه پیش بینی پذیری افراد برای آینده اتفاق بیفته ولی باز همه اینها نمیتونه مثلا ما رو حل بکنه و اون آزادی سیاسی اینکه افراد توی مشارکت سیاسی بتونن امید داشته باشن که بتونن تغییر ایجاد بکنن و اگه این بسته سیاستی رو یکی دیگه به نوع دیگه اعمال میکنه با کیفیت دیگه اعمال میکنه در واقع تو نهادهای بازار کار تغییرات عمده میتونه ما بتونن اون افراد رو در واقع با رأی خودشون بتونن سر کار بیارن اگه این آزادی ها هم در کنار اون نباشه باز هم صرفا آزادی های اقتصادی نمیتونه همه مسائل ما رو حل بکنه خیلی متشکرم خب بحث خیلی خوبی بود و من اجازه بگیرم که بحث امروز رو ببندم ما درباره اقتصاد دستوری صحبت کردیم در جلسات گذشته هم درباره اقتصاد دستوری صحبت کردیم امروز تمرکز داشتیم بر موضوع اشتغال و بیکاری و بحث بازار کار و این بحث رو ادامه خواهیم داد به نکات خیلی مهم می اشاره شد من جمله بحث سازمان تامین اجتماعی که ما فکر میکنیم میتونه به عنوان یکی از سازمانهای مزاحم بازار کار در واقع در نظر گرفته بشه و همچنین سازمان های عریض و طویل دولتی و حاکمیتی که با ذهنیت اقتصاد دستوری دائم در حال کنترلگری و تخریب بازار کار هستند و البته عوامل پیشینی کنترلگری ها و دستورهایی که قبل از موضوع بازار کار ساز و اقتصاد ایران را تخریب می کنند و نتیجهش در بازار کار ایران منعکس شده و میشه به بحث اشتغال و در واقع بازار کار جدیدی که در شبکه های اجتماعی از طریق توسعه اینترنت در دهه گذشته ایجاد شد اشاره شد و این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که تخریب شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در واقع تخریب بازار کار ایران بوده و تونسته چند میلیون شغل در ایران را تخریب بکنه یا جابجا جا بکنه امیدواریم در جلسات بعد بتونیم با تمرکز بیشتر روی هر کدوم از این موضوعات تاثیر اقتصاد دستوری بر های مختلف بازار کارو بررسی کنیم و توضیح بدیم خیلی ممنونم از توجه شما سپاسگزارم و بدرود